سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا خوشحالم که در خدمتتون هستم با وجود مسائب و فجایع بیشماری که این روزها شاهدش هستیم البته این روزها شاید که شدیدتر و عمیقتر و جرفتره ولی چهل و سه ساله که ما گرفتار این مسائل هستیم گرفتار جمهوری اسلامی امروز مسئله رونا در مونا در احواز منایی که سرش رو می برن و توی خیابون سر بریدش رو به نمایش میگذارن از اون طرف رومینا در تالش از اون طرف شکیبا در کرمونشاه ولی اینها همه اون چیزهایی که دیگه به نوعی ناگزیر نمیتونن پنهانش بکنن خبرگزاری ایسنا میگه در هر سال بین 375 تا 450 نمونه قتلهای ناموسی در ایران هست. البته این رو یادآوری بکنم که اینها اون تعدادی است که اعلام میشه نه اون تعدادی است که قتل صورت میگیره چون بسیارانی به دلیل آبرو به دلیل مسائل قبیله ای به دلیل درایل مسائلی که دوست ندارن مطرح بشه به دلیل ترس از حکومت اینها اعلام نمیشه تعدادی هم به پزشک قانونی میاد و اونجا اعلام نمیشه ولی به هر حال باز گفته میشه که نیمی از قتلها ها ناموسی است جای دیگه گفته میشه سی درصد از قتلها ها ناموسی است ولی تفاوت نمیکنه بس قتل ناموسی است یعنی اینکه یک انسان ناموس یک انسان دیگره و اگر که رعایت نشه به بیناموسی میانجامه همینطوری که مادر مونا داره مطرح میکنه که به هر حال یک همچین مسائلی تو جامعه ما وجود داره خانم عزرا درخشان در صفحه دوست ارجمندم همایون مجد مطلبی رو درد شده و نوشته و نوشته که من مقصرم خانم روانشناس شما هم مقصرید خانم جامعه شناس شما هم مقصرید خانم وکیل خانم طلبه شما هم مقصرید مطلب طولانی است ولی من میخوام بگم که اگر که خانم درخشان خانم رو مد نظر قرار داده و با اونها صحبت میکنه که شما مقصرید من میخوام بگم که شاید تقصیر ما مردا اون تعداد از مردانی که این قضیه رو درکش میکنن لمسش میکنن کمتر نیست و شاید بیشتره شاید که اگر که ما هم چشم رو چه هم نگذاریم و نگاه بکنیم به این مسئله قتل های ناموسی قسمت اعظم این تقصیر رو به عهده بگیریم ولی اجازه بدید یه نکته ای رو خدمتتون بگم در صفحه فیسبوکی دوست ارجمندم دکتر بیپروا مطلبی نوشته شده از جانب آقای موسی آروین تحت عنوان فرزندم مرا ببخش فکر کردم که شاید بد نباشه که اگر همه بهش دسترسی نداشته باشند من این مطلب رو اینجا برای شما بخونم که ببینید که ما در کجا قرار گرفتیم عنوانش هست فرزندم مرا ببخش دیروز عصر دخترم چشم از صفحه گوشی برداشت و به من نگاه کرد و گفت بابا جان خبر خوب گفتم چیه گفت قیمت طلا و دلار پایین اومده گفتم بابا جان حالا چه اتفاقی رو قراره بیفته گفت با این حساب قیمت تخم مرغ و گوشت و روغن و پوشک بچه و خودرو و گوشی و بقیه هم پایین میاد با ناراحتی بلند شدم و به حیات رفتم گوشه نشستم و سرم رو میان زانوهام گرفتم واقعا چرا افق فکری فرزند من تا این حد پایین اومده و چرا فرزند من درگیر این مسائل حاشیه‌ای شده به این فکر کردم که الان دختر اماراتی به شهر تمام هوشمند دبی و برنامه چاپ سبودی آن دختر کره‌ای به ساخت اتومبیل خودران دختر هندی به سود کلان و گردش مالی بالای استارت پاپا پا، دختر سنگاپوری به اینترنت دختر روس به ایستگاه فضایی دختر نروژی به هوش مصنوعی و دختر ژاپنی به ژن میاندیشند اما دختر من در حالی که بر روی طلای سیاه قدم میزند باید به قیمت تخم مرغ و گوشت صف روغن و قند, قند قرعه کشی خودروهای حلبی فیلترینگ تلگرام و نوسان نرخ ارز و طلا و بقیه بیاندیشد وقتی برای تفکر در مورد آینده خود و جامعهش نقشی نداشته باشد تمام پیشرفت های بشریت قبل از آن که به واقعیت تبدیل شوند در ذهن افراد نقش می‌بندند. برادران رایت اندیشه اوج را به پرواز در فراز آسمان ادیسون اندیشه روشنایی را به برق گراهامبل اندیشه ارتباط را به تلفن تبدیل کردند پیشرفت هر جامعه ای به افق فکری آن جامعه وستگی دارد مادامی که افق فکری فرزندان من محدود به مسائل حاشیه ای باشد هیچ پیشرفتی حاصل نمی شود چند دقیقه در ذهن خسته ام به دنبال مقصر می کردم. من تو او ما شما آنها چقدر من در تنظر افق فکری فرزندم نقش داشتم بلند می شدم. به اتاق بر می کردم و رو به دخترم شرمنده می ایستم و با صدای لرزان اما محکم می گویم فرزندم مرا ببخش من از شما و دیگر فرزندان این سرزمین عذر می خواهم که باعث شدیم اینقدر افق فکری شما پایین بیاید مرا ببخش مرا ببخش نوشته یک کارشناس ارشد جامعه شناسی به و عضو انجمن اسلامی معلمان استان خوزستان ببینید مسئله ای که مطرح میشه وقتی که ده ما ده بحث دختر اماراتی رو مطرح میکنیم یادمون باشه تیمسار منوچهر هاشمی مدیر کل اداره هشتم ساواک قبل از انقلاب میگفتش که پنجاه سال پیش که من به دستور ده ده تیمور بختیار برای اینکه حاکم دوبی رو بیارم به دستبوسی استاندار فارس به اونجا رفتم و دیدم که یه تعدادی از مردم اونجا دستاشون رو به دیوار گرفتن بالای اونجا وایستدن گفتم از اون راننده پرسیدم که اینا چرا دستاشون رو دیوار گرفتن گفت بر اینکه اینجا شنه و اینا وقتی که میخوان راه برن پا به رهنه هستن و در نتیجه کف پاشون میسوزه بعد از یه مدتی راه رفتن دستشون رو میگیرن به دیوار و اون بالایی که پاهاشون خونک بشه واقعا افتخار بزرگیه برای مردم امارات که پنجاه سال پیش اون بودند و امروز اینجا ایستادند کره جنوبی من یادم هست به حال قبل از انقلاب کارشناسان کره جنوبی می اومدن پیش ما تو سازمان برنامه برای دیدن استاج خب حالا بحث های دیگر رو بگذاریم و ازش عبور بکنیم مقصر کیه راه حل چیه اگر اینها رو بهش بپردازیم شاید که مسئله رو به نوع دیگری هم بتونیم بهش نگاه بکنیم مقصر ما هستیم درسته که جمهوری اسلامی حاکمه درسته که این فاجعه ای امروز امروزی که ما بحث منار رو مطرح میکنیم امروزی که توی این جامعه ما این اتفاقات میفته حاکمیت متاسفانه جمهوری اسلامی باعث اینها شده ولی مقصر ما ایم. مقصر ماییم که میتونیم تحمل بکنیم یه همچین فاجعه ای به مراتب کمترش دولت رو عوض میکنه حکومت ها رو از بین میبره در اینجا همین خواهد شد اموی داشتم سر انقلاب که به ایران برگشته بودم این امو خیلی مورد احترام تمام خانواده بزرگ ما بود با تعداد بیشمار که بودیم این عمو که خیلی آدم مذهبی بود و مورد احترام همه بود همون روزهای اولی که انقلاب بود من رو صدا کرد و گفتش که حسین جان یه چیزی میخوام بهت بگم اون چیزهایی که من در مورد دین و مذهب میگفتم اون چیزهایی که فکر میکردیم که دنیا رو بهتر خواهد کرد با اینها به وجود نمیاد اینها یک مشالدتان مش هستند. این حرف من هیچ وقت یادم نمیره چهل و سه سال ازش گذشته و در نتیجه ما امروز برمیخوریم به این مسائل ببینیم دیروز چه اتفاقی میفته امروز چه اتفاقی میفته امروز سر بریده مونا رو توی خیابون میگردونن دیروز افسر پلیس رو در شیراز اونطوری میکشند. روز گذشتهش حمله میکنن شهردار رو در خوزستان میکشند. روز قبلش فرمانداری یک شهر ایزه رو میکشن یا تیراندازی میکنن روز بعدش در سیستان و بلوچستان به پاسگاه سپاه حمله میکنن اینها همه اتفاقاتیه که ما داریم نگاهش میکنیم هشداریه بدونیم که این هشدار به زیر زمین رفته دیگه کسی از شما بالاییاتون که جرأت بیرون ودن از خونه نداشتن آخوندهاتون که لباس مبدل میپوشن میان تو خیابونها بدونید که یک کوچکترین هاتون هم جرأت بیرون ودن از خونه رو نخواهید داشت اجازه بدید که یه نکته دیگر هم یادآوری بکنم ما سر انقلاب شاهد بودیم که جمهوری اسلامی میخواست که انقلاب رو صادر بکنه سه سال گذشته همه میتونن بررسی بکنن که صدور انقلاب به کجا انجامید به اینجایی انجامید که دین و مذهب در داخل جامعه ایران و بسیاری از جاهای دیگهی که چشمشون به جمهوری اسلامی بود از بین رفته و به این مرحله رسیده و از طرف دیگه ما به عنوان یک کشور تروریست مطرح شدیم که البته حکومتمون ولی نکته جالبتر هم اینجاست انقلاب صادر نشد ولی حتی سیب زمینی هایی هم که صادر شد درش گردوندن میدونید دیگه حالا دیگه هیچ چیزی در جمهوری اسلامی وجود نداره که بتونه صادر بشه و برگشت نخوره ولی من باور به جامعه ایران و جوانهای ایران دارم سپاسگزارم <متصال>